تماشاگر از یک فیلم، مثلا آتش بس که فیلم بسیار پرفروشی هم هست، بله، دلیل بر پر محتوا بودن یا کم محتوا بودن یک فیلم هست یا نه؟ تو این چند شب شیشه‌ای هم بارها این قضیه رو تحلیل کردیم. مردم میان فیلمی رو میلیونی استقبال میکنن. درسته. بله. بگیم این فیلم کم محتواست یا پر محتواست، یا اصلا نظر تو چیه راجع به این قضیه؟ من احساس میکنم فیلمی که از استقبال عمومی مواجه با استقبال عمومی مواجه میشه یا فیلم شیکیه مثل فیلم آتش بس، در مورد آتش بس هم این صحبت شده که در مورد پیام آموزنده نداره. یعنی آقای پسیانی با چه زبونی دیگه باید 25 دقیقه تا نیم ساعت فیلم رو راجب کودک در اون تدریس میکرد؟ اتفاقا بحثمون با خانم میلانی هم همین بود که تدریس بود آخرای فیلم. یا مثلا این داستان کودک درون رو شما میتونید تو کتابای مختلف، تو کتابای ادوارد براون یا توماس هریس، اینا رو ببینید. خود خانم لوچیا کاپاکیونه که شفای کودک درون رو کتابش رو نوشته، ایشون تو آمریکا یه سمینارهایی برگزار میکنن که 100 نفر فیلم آتش بس رو میبینن، بعدش راجبش بحث میکنن. توی سایتشون هم، من آدرس سایت رو در اختیارتون میذارم که اگر مردم عزیز خواستن بعدش مراجعه کنن ببینن راجب آتش بس تو این سایت صحبت شده، چجوری پیام آموزنده نداره فیلم آتش بس. این نکته خوبیه که یکی از نتیجه های چندین شب شیشه ما میتونه باشه. وقتی مردم از اثری استقبال میکنن، حتما به احترام مردم ما هم احترام بگذاریم. حتما در فیلمی چیزی هست که مردم به سینماها میرن و نگاه میکنن. البته آقای رشیدپور ببخشید بین حرفتون، شاید این اتفاق قبلا نبوده، شاید فیلم های ژانر کودک و نوجوان بیشتر پرفروش بوده، کمدی مثلا قدیم بیشتر پرفروش بوده. این شرایط برای آتش بس مهیا نشد که تو بخش مسابقه وارد شد. حالا به آتش بس یا به فیلم های پرفروش دیگر، من میگم بیایم همدیگر رو تشویق کنیم به فیلم پرفروش ساختن. الان من توی بخشی میخوام با محمد رضا یه بحث اقتصادی سینما رو انجام بدم. چقدر خوبه همدیگر رو تشویق کنیم، اگه کسی کار پرفروشی میسازه بهش انرژی بدیم بازم کار بیشتری بسازه، چون این سینما به تزریق پول احتیاج داره. ولی نظرسنجیمون یه بار ببینید، برگردیم یه چیز جالب راجع به محمد رضا گلزار در آتش بس هست که میخوام بهتون بگم. نگاه کنید. چقدر خوبه که بین فیلم پرفروش و فیلم پرمحتوا خط‌کشی نکنیم. مردم ما حتما از فیلمی استقبال میکنن که محتوایی دارد و جذب میکنه اینها رو، به یه سمتی بریم که با ارائه یک محتوای خوب تماشاگر زیاد رو به سینما بکشونیم و به اقتصاد سینما کمک بکنیم. من میخوام برم سراغ یه پشت صحنه ای از آتش بس. خودت نکته خاص داری بگو بعد برم سراغ این قضیه. میخوان که ببینیم پشت صحنه رو بعد. پشت محمد قنبری که توی استودیو ایستادی، که من خیلی ازش ممنونم، خیلی زحمت کشید برای شب شیشه ای. این ولهی که پخش کردیم یه قسمتش پشت صحنه آتش بس بود. محمد رضا گلزار به شدتش گریه میکرد. اگه میتونی یه بار دیگه اون قسمت رو نمایش بدی؟ آره، سرچ بکنن. خانم تحمینه میلانی میگفتن که محمد رضا گلزار وقتی که اون سکانسی که راجع به کودک درون داشتیم تصویر برداری میکردیم فرا رسید، گریه کرد و ما تصویر برداریمون انجام دادیم. بعد 3-4 ساعت همینجوری نشسته بود داشت گریه میکرد. گفتم من حتما بهش میگم اگه جنبه فیلم اینطوری نداره خب بازی نکن. برای چی 3-4 ساعت گریه؟ در مورد اون سکانس، خیلی سکانس سختی بود آقای رشیدپور برای من، برای اینکه یه زمانی توی فیلمی قراره یه عزیزی رو از دست بدی یا یه اتفاق بعدی برات میفته، شرایط برات مهیاست که حس گرفتی در طول فیلم تا به انتها میری و برای اون شرایط گریه میکنی. یه زمان هست بهت میگن بیا برای کودک درونت گریه کن، کودک درونی که اصلا من نمیدونستم تا قبل از فیلم آتش بس چی هست، و بچگانه گریه کن. خیلی کار سختی بود برای من. من فکر میکنم که اون گریه من هلوش 4 ساعت خورده ای طول کشید. یعنی واقعا به اون کودک درونه رسیده بودی دیگه؟ گریه بند نمی آمد. حالا نمیدونم کودک درون من کمک کرد تا این اتفاق بیفته. فکر میکنم خانم میلانی دیگه انقدر براشون جالب بود اینجوری میکردن.
خب دیده بودن من گریه میکنم، خب رضا بشین اونجا گریه کن، دوربین اینجا و ادامه صحنه رو تو گریه تو بکن. میرفتن میچرخیدن همه گروه میامدن، من هنوز داشتم گریه میکردم. گروه نهار خوردن، گروه آژانس گرفتن رفتن، ولی محمد رضا گلزار کماکان گریه میکرد. میتونیم الان ببینیم اون یه قسمت رو ببینیم؟ اینجا واسه جای کامیون اینجاست. بردار ببر کامیون رو ببینم. اون فقط دو تا پلان رو داشتیم از گریه محمد رضا گلزار در پشت صحنه فیلم آتش بس. محمد رضا گلزار فکر می‌کنی که نگم یه دونه فیلم که برات سخت باشه، سه تا فیلم خوب که پس از انقلاب در ایران ساخته شدن از نظر تو کدوم فیلم‌ها هستن؟ چه سوال سختی. خیلی سخته. علاقه‌اش. می‌خوام سلیقه‌تو بدونم، ببینم سلیقه محمد رضا گلزار چیه. اذیت میکنین؟ بلند میشم میرم ها. نه من خب خیلی فیلم های خوبی ساخته شده. من الان هامون رو خیلی دوست دارم، کار آقای مرجویی. سگ‌کشی کار استاد بیضایی رو دوست دارم. و این کار چی بود؟ پرفروش آتش بس. آتش بس بود. پس آتش بس هم جز سه تا فیلم خوب میدونی؟ دوستش دارم. خیلی خوبه. بعد محمد رضا من میگم که با تو که باید بدونه رو درواسی گفت بازیگر پولسازی برای سینمای ایران بودی. من یه آماری میخوندم که 6 میلیارد تومان در طول 2 سال فروش کرده فیلم هایی که گلزار توش بازی کرده. میخوام ببینم که اولا چقدر خود این آدمو مغرور کرده، چقدر جنبه این قضیه رو داشته که بازیگر پولسازی باشه، چقدر از خودش بیخود شده، چقدر رو دستمزدهاش تغییر ایجاد کرده، چقدر اخلاقش رو عوض کرده، آدم دیگه شده یا نشده. خیلی رک پرسیدم که تو هم با صداقت جواب بدی که این اتفاق با ترجمه این که گفتی من عقبه سینمایی نداشتم، اتفاقی اومدم توی سینما، حالا اومدی و همچین اتفاق برات افتاده، چقدر عوض شدی؟ این که فیلمای من پر مخاطب بوده، خب اول که لطف خداست مطمئنن، بعدم لطف مردمی که همیشه شامل حال من بوده، همینجا ازشون تشکر و قدردانی میکنم. بعدم اینکه کاری اگر از دست من بر بیاد، آقای رشیدپور اقتصاد سینمای ما خیلی بیماره، من اگه بتونم برای این اقتصاد بیمار کاری انجام بدم خوشحالم. یکی از کارگردانانی که در برنامه ما شرکت کرده بودن میگفتن که اصلا 1 میلیارد تومان برای سینمای حال حاضر ما فروش چشمگیری نیست. واقعا هم نیست، برای اینکه اگه قیاس کنید فروش 1 میلیارد تومان رو با فروش های دیگه در اقصا نقاط دنیا، میبینید واقعا فروشی نیست. یعنی بیشتر از اینها به فروش گیشه احتیاج داریم در سینما. باید راه حلش رو پیدا کنیم، دنبال راه حلی باشیم که به این فروش ها دست بدیم. محمد رضا